درود و سلام به همشهریان عزیز، کیلونین، لایجونین عزیز. امیدوارم که هر جای دنیا عیسی خوش بگذاریم، بخصوص در ایران. نیستی که هر جمعه مویرنم ایر بارونانه و در لایجونم برفانه. ندونم چی موضوعیسته، ولی ایمان دانم که برکت خداوندانه. ولی برنامه با دعای آغاز کنم، برگردنم به شما. ای خداوند، شکرگزار و سپاسگزارتم برای این لحظه، برای این نعمت، این برکتی که تو از آسمان به زمین میدی. ای خداوند، خداوند ایمان داریم که برف و بارانتون نعمته. ای خداوند شکرت میکنیم، ای خداوند، چون میدونیم بعد از این بهاری میاد، ای خداوند، و محصولات فراوانی داریم. شکرگزار و سپاسگزارتیم برای تمام رحمتایی که به ما میدی. ای خداوند، خداوند دست پر از قدرت، پر از فیض و رحمت ده خداوند روی ایران و ایرانی باشه، تا واقعا ایرانی ها خداوند حس بکنن که خداوند تو با تک تکشون هستی. شکرت میکنم و برنامه رو خداوند با نام تو آغاز میکنم. هر چیزی که از زبانم بیرون میاد برای جلال نام تو باشه. ای خداوند به تو رو جلال بده. شکرت میکنم خداوند و برنامه رو به دستای مبارکت میسپرم. خداوند تو هدایت و حمایت بکن، به نام عیسی مسیح، آمین. به هر حال خدا رو شکر، هفته دیگه با ما با هم در خدمت شما. دونم که امروز هم اتفاقا فیسبوک من بازیمون که برفی با ما صبح خیلی جالب و خوشگل بود. اتفاقا دونیم که برکت خداونده که از آسمان هنه، دونیم برکت خداونده، چون برای که ایرم الان نگاه کنیم بارون هم داره. و بیشتر جمعه الان هفت جمعه که انم یه برنامه اجرا بکنم، ایر بارو آمده، لایجونم برف آمده. خدا رو شکر کنیم برای خداوند که نعمت از او جور ریزنه که ما محصولات فراوان بداریم. شکرگزار خداوندیم. خب همه که خوبین، خدا بکنه که دلای شما همه گرم ببون، دور خانواده نیشتین و این برنامه نگاه کنین. روزی بون که برنامه از تلویزیون شادی که پخش بوره، از ماواره پخش بون، که ما بتونیم بیشتر در خدمت شما بایسیم و بیشتر کلام خدا رو برای شما باز کنیم و بگیم که این خدا معرفی بکنیم، که این خدا فیضش چقدر عالیه، این خدا چقدر پرفیضه که ما این خدا رو نشناسیم. فقط یک بار در ایمون دنم که یک بار آزمایشی اسم عیسی مسیح برین در هر گرفتاری که ایساییم، هر گرفتاری، هیچ فرقی نکنه، هر گرفتاری ایسایی، فقط اسم عیسی رو بیرون برین. عیسی مسیح شفا دهنده، عیسی مسیح هر گرفتاری رفع کنه. اگرم گرفتاری شما رفع نبو، ایمون دارم که وقتش رفع نه، و بعد وقتی در خداوند راشنین، ایمون دارم که خداوند شما رو با آسانی از او گرفتاری رهایی دینه. ایمون دنم، چون خیلی هم به ما شهادت بدن، اینقدر از ایران به ما شهادت بدن که آقا ما به نام عیسی مسیح بودیم، گره ها از ما باز آب، و اونا مو بیکار بوم، کار پیدا بودم، ندونم زمینی داشتم بفرتم به نام عیسی مسیح، خونه میشه هیچ کس نیه، مشتری به ما با بالاترین قیمت بیه. ایشون همه شهادت هایی است که خود مردم ایران تلفن کنن به این تلویزیون و اعلام کنن. چیزی نیه که اما علیکی همه به یک حرفی دره برداریم، یه اسمی به شما گوته داریم، یه اسمی به شما معرفی کردیم که این اسم اصلا هیچ وجود خارجی نداره. نه، بلکه عیسی مسیح وجود داره، عیسی مسیح زنده، خداوندی است که به خاطر من و تو به ما روی زمین، الان هم اگه خداوند بر روی زمین، اون موقعی که این همه معجزات بود و خداوند مرده زنده بوده، تمام جزامین شفا بده، چقدر خداوند شفا و معجزه بوده، ولی اون موقع مردم ایتو بون سخت دل بون و نخواستن قبول بکنن که عیسی مسیح همون خداوندیست که از طرف پدر آسمانی به ما که خوش جان فدای من و تو بکنه. حتی برای اگه یک نفر فقط شاپور اگر در زمین زندگی کرد و اگه در گنابوم، به خاطر من یه نفر امن و یار خودش فدا گتونه، برای اینکه اینقدر ای با محبت، اینقدر دوستن عیسی مسیح. فقط یک بار آزمایش بکن ببین که عیسی مسیح چقدر خاطر تو خنده. تو یک نفر، تو یه نفری که الان میشنوی، تو یه نفری که الان دیه داری ما،
به هر حال این پیش مقدمه بودم که بشیم یک کلامی ازش بخونیم بعدم باید. مسیح میگه حکمت قدرت خداست. این پولوس کدر نامه اول پولوس به مسیحیان قرنتینیان قرنتوس که همون اون سابق دو هزار سال پیش بود. گونم من به خوبی میدانم که برای آنانی که به سوی هلاکت میروند چقدر احمقانه به نظر میرسد وقتی میشنوند که عیسی مسیح بر روی صلیب جان خود را فدا کرد تا انسان را نجات بخشد. ما الان هم دیه داریم خیلی هم گونم یه حرفان چیه مگه بن عیسی مسیح باوره به صلیب بکشی و به خاطر مو خودش بکشته. ای خونده دارم قشنگ گوش بدین، واقعا قشنگ گوش بدین کلام خداوند گوش بدین، بذار به جان و دل شما بشینه، بذار آرامش خداوند در وجود شما در رگهای شما با و ایمان دارم که وقتی آرامش خداوند به ما تازه فهمنین که این خدای واقعی کیست. اما برای ما که در راه نجات پیش می رویم، من و توی که خداوند قبول بودیم و در این راه نجات راه شو داریم، این پیغام نشانه قدرت خداست که به عمر نشون داده. وقتی دعا کنیم به نام عیسی مسیح دست ننیم بر روی مریض شفا پیدا کنه، وقتی کاری از ما خانن که آقا ما فلان گرفتاری داریم به نام عیسی مسیح دعا کنیم، ای او راه نجاتی که ما شو داریم به نام عیسی مسیح جلو شو داریم. ببخشید. زیرا خدا فرموده است تمام نقشه هایی را که انسان برای رسیدن به خدا ترد می کند هر قدر هم که حکیمانه جلوه کند باطل خواهد ساخت. یعنی هر چیزی که ما حکیمیم، پولداریم، دانشمندیم، هر چیزی که خانیم حکمت خداوند رد بکنیم خداوند نگزنه، چون خداوند او خدا، چون خدا منی تو این کهکشان، این همه چه، این همه دانشمندان نیستن، این همه چه مطالعات کردن، آیا همه چیز پیدا بودن؟ نه، برای اینکه اگه پیدا بکنن که خود ما خداییم که اگه همه پیدا بکنیم. و فکر و نبوغ خردمندان را نابود خواهم کرد. خود خدا گونه که هر چقدر هم شما با حکمت ببین، دانشمند ببین، به علوم دنیا آگاهی بدنین، باز هیچین در مقابل خداوند. پس کجایند این خردمندان و علمای دین و فلسفه که درباره مسائل عمیق دنیا به بحث میپردازند؟ میگه اینا کجا هستند؟ خود خداوند داره اینا رو میگه. خدا ایشان را جاهل ساخته و نشان داده است که عقل و حکمت آنها پوچ و باطل است. واقعا شما نگاه کنید، یک دانشمندی الان انا که از تمام علم آگاهه، تو فضا، در زمین شناسی، جنگل شناسی، اتم شناسی، همه چی آگاه، یک میکروب کوچیک بختیانه، یه میکروب مثلا لارنجیت گونن یا نمیدونم مغزی یا نمیدونم یه سرماخوردگی کوچیک، هدوین یه آدمی که با همه حکمت خودش، با همه علم خودش، با همه دانایی خودش کین زمین، هیچ کس هم کاری از دستش برنه. اگر علمش به درد خورد همون یک لحظه تینست با طریق علم، اما البته علم رد ده کردنیم، خدا رو شکر برای همین دکترا، برای عالمون، برای تمام دانشمندان خدا رو شکر کنیم. ایشون هم همه خداوند ما را آفریده بوده، این مغز و هوش و ذکافت به ما هده که ما کنجکاو ببیم، همه چی کنجکاو ببیم و همه چی پیدا بکنیم و کشف بکنیم. خدا رو شکر، نه اینکه بگیم شابور الان از علم زیاد رید، نه نه، علم واقعا خوبه. الان همین تکنولوژی که مقابل دوربین نیستم با شما صحبت کردم، اگه این علم نوبی که ما الان من نیستم با شما صحبت بکنم، زمان قدیم یک نفر اگه یک تا پست قضی ببره شاید چهار ماه پای ما طول کشه ببره، ولی الان نه، الان همون لحظه تلفنی بگیری یه تکس یعنی سرعدینی اوترفید، همون لحظه در آن وایت جواب داده. بس این علمه، ما مخالف علم نیم، خدا رو شکر، ولی با تمام همه علم خداوند اینو گونه. زیرا خدا حکیم،
خدای حکیم سلا ندانست که انسان با منطق و حکمت خود او را بشناسد، بلکه او خود به میان ما آمد و همه آنانی را که به پیام او ایمان آوردن نجات بخشید. یعنی همون عیسی مسیح جسم ببوشه به من میان ما. این همه معجزه بوده که خیلی از دینای دیگه رهبران ما که اینا رو رد کنن، گونن اصلا عیسی مسیح چیز نبود، اصلا به صلیب نشو، او اسخریوتی بود، شاگردش بود، به صلیب بشو. نه، خداوند به خاطر من توی گناهکار به ما که روی صلیب جان خودش فدا بکنه. وقتی تو در عمقش شنی محبتی خداوند هنوزم نشانه پی بردم، ولی در عمقش محبتش شنی، هیچ کسی وجود ندانه مثل عیسی مسیح به خاطر انسان این همه زجر، این همه بدبختی، به مرگ صلیب رفتن خودش ببره، برای اینکه من و تو دوستانه. عیسی مسیح هم ما دوستانه، هم تا دوستانه و هر کسی که به نام عیسی مسیح ایمون بردون دوستانه. حتی اونشونی که به ایمون هم نبینن باز خداوند اونشون دوستانه و خن اونشون به رای نجات بند، خن خداوند اونشون بریره که بند به جهنم نشون. بلکه جهنم هم اینیه که همارو گونن، جهنم همیشه همارو گوتن ندونم در آتش اسید شمارو تو دین نی، نمیدونم شما رو جلیز بلیز کن نیشون، همه حرفای خرافاتیه که هچی همه رو گوتن. جهنم واقعی اونه که دور از خدا ببی. فکر بکن در یک بیابون برهوت هیچ چیزی هم ندانه، من شاپور تنها وریزم و ابدول در باید ور زندگی بکنم. او جهنم نمیبه، هیچ هم دروبرمون نه، نه درختی، نه میبهی، نه کسی، نه هیچی. یه آفتاب روز ان تعامل بکنم، یه سرمای شب ان تعامل بکنم، یک نفری تنهایی ور زندگی بکنم تا ابدول در. این جهنم نه، جهنم او باید بگون که ما حتما تو دید تو اسید بیرون باره، هی ما انگولک بگونه، نه دو، یعنی دور از خدا بودن. وقتی با خدای محبت راجنم، نوازش بنم با همه ای که وریسن، با همه ایزم، هیچ وقتم این فکر به سرتون نرین دونم، برای اینکه به نام خدا الان هر کس هر کاری انجام داده، چون به نام خدا هر کار انجام داده، خیلی از ما از خدا هم برگشتیم، حتی گونیم که خدا چیکیسه، اصلا خدای وجود ندانه. این شیطان خانه که ما همچین چیزی فکر بکنیم، شیطان و شریر، این فرشتگان ایستن که از خدا اطاعت ندن و بکرسن زمین و من و تو ندانیم چند بیلیون ایستن، اما ندانیم چند میلیاردن، ما که ندانیم الان چند میلیارد فرشتی ایسه، چقدر ازشون سقوط بودن، چند میلیارد ایسن ایشونن که عمر آنن در روی آدم. گونه عیسی مسیح بوشه یک نفر شفا بده، یک دیوانه وقتی از طوفان به من یک دیوانه شفا بده، بوده دیوانه بوده، اسم تو کیسه؟ دیوانه ای بود که زنجیری بود، این زنجیر هم دبستن زنجیران پاره بود، دیوانه ای بود که خودش به سنگ زیه، به همه چیزی، به من و تو که این اشتوسه داریم بدیم، من خودم در لایجون بدیم، هر کسی در شهر خودش بده، یه دیوانه همچی چیزی بود. عیسی مسیح بفرمازه که اسم تو چیزه؟ او دیوانه بوده اسم مو غشونه، غشون دونی چیزه، یعنی 6000 لشکر 6000 نفری بس وجود دارن، اما ندانیم چند میلیاردی سنهی خداوند 6000، یعنی یکونه مو غشونم هی از در ارتشی خودتون یا گونه غشون چی بنه؟ اون موقع رومن غشون گودن، یعنی یک ارتشی 6000 نفری گودن. الان مثلا ما دانی مثلا ندونم از در نظامی ندونم چی گونه، مثلا گونه که 10000 نفری چی گونه، یا ما ندونم 6000 نفری چی گونه، مو وارد نیم زیاد، ولی کلن ببخشید بعضی موقع یعنی مو طرف نگاه کنم، وقت نگاه کنم منم این وقت شوه داره یا نه، برای که وقت خیلی معدودی دنم، بخاطر هم مجبورم این ساعت نگاه بکنم که بینم با می وقت معیم بکنم که کار کردون من کارت زرد و قرمزن دیه بگو بوشه بیرون آقا. به پیام او ایمان آورن نجات بخشد، یعنی همان پیامی که مردم دنیا چی یهودی و چی غیر یهودی آن را بی معنی و پوچ می دانن.
که همین الان یهودیان هم در اسرائیل زن هنوزم همشون که ایمون نردن، که یک سری معدود ایمون برده، مثلا از 8 میلیون آدمی که ویزه شد مثلا 1 میلیونش با این باز عیسی مسیح از خودشون بوی همه دون بدین و دونن چی چی سی همه تو از عهد عتیق بما تا با عهد جدید برسه، با این باز ایشون 1 میلیون شاید الان مثلا ایمون بردن، ندونم چند نفره تعداد ندونم، ولی کلن بخاطر همه یه گوتدر که یهودی و غیر یهودی همه ما بیمانی دونیم و پوش دونیم این نجاته، زیرا یهودیان خواستار آنن که پیاممان را با معجزه ثابت کنیم. همه ما الان که صحبت کردیم گونه برای چی گونی تو الان معجزه چیست؟ و همه الان من نشون بدیم معجزه چیست؟ اون موقع عیسی مسیح همش خسن بعد ایمان بارن گودن یک دونه معجزه بگون همه به تو ایمان بردیم، وقتی هم معجزه هم گود همون لازم نود برایشون، برای اینکه گود شما تا چیزی که خنینه بمون خنینه همون کارش می انجام بدیم شعبده بازی خستنشون نخستن واقعا خدای حقیقی بشنسن. اما نم الان ایتاریم تا گونی می زهیم از یکون آقا یک تا معجزه می بگون الان منم چیزی همیشه بشری طوریه. الان ای اونو گوته تره، زیرا یهودیان خواستار آنن که پیام من را با معجزه ثابت کنیم و یونانیان و اون دانشمندان غیر یهودی ایشون هم خانه نیز فقط مسائلی را میپذیرند که با فلسفه و حکمتشان منطبق باشد، یعنی با عقل ما بخوره، چیزی که با عقل ما نخونه قبول نکنیم. این همه مردم هم با من الان اعلام کردن که آقا ای آقا از سرطان شفا پیدا بوده، حتی مدارک دنن آدمی که سرطان داشت دعا بود شفا پیدا بوده، فرده بوشه که عمل جراحی بکنه بوتونه هیچ چیزی وجود نهنه، منو دانم چی بود معجزه. الان یه رحمه گونیم که بله یه چیزی ما خانیم ونی بنیم روش خانیم یه چیزی رد کنیم هزار تو اونه به مسائل همینیم دانی چی گونیم گونیم بله او دستگاه اشتباه نشون بده، اصلا این سرتون نداشت، این حرفون چیه او، یا الان هم این دستگاه شاید هچی علکی گوته داره، همیشه خانیم رد کنیم، همش خانیم رد کنیم. دانی چرا؟ برای که از آدم و حوا همیشه انسانان رای گناه رو دوست دارن، عاشق رای گناه، هیچ کس ننه به رای خدا نخنه بجون. این خدا مون خدا نیه که تا آقا بگو این کار بگون او کار بگون، اگه این کار ندی ندونم شریعتی وجود ندانه یره، ولی قانون وجود دانه، شریعت وجود ندانه در دین مسیحیت، ولی قانون وجود دانه، همین که قانونی که تمام مالکان این قانون دانن. اگه تو ما در یک کشوری زندگی کردی قانونش بقای زیر پا بنی شنی محکوم بنی، شنی دادگاه تا محکوم کنن. بخاطر همونم یه داستانی الان شمیه بگم بعد این خونم بقیه، یه پسریشن با یه نفر دعواگینه، یه جوانی با یه جوان دیگه دعواگینه، این داره همین آمریکا دعواگینه، بعد این پسر اونو کشنه، یک تا جوان دیگه رو کشنه. وقتی روز دادگاه بنه شن دادگاه قاضیه اینو گونه که توی جوان بکشتی و چون این جوان بکشتی محکوم مثلا به 15 سال باید ببی یا 20 سال منام چقدر باید محکوم ببی، از نظر قانون تو محکومی، برای اینکه یک نفر بکشتی یک دونه جان بیتی قانون زیر پا بنای، ولی اون مرد گود دونه اینی که تو بکشتی کی بای؟ این می پسر بای تو بکشتی مویره نیست همه که بخاطر می پسر تا محکوم بکنم بای مو تا ببخشی همه اینه گونم فیضی که عیسی مسیح مجانی به ما جان خودش برای من و تو عده اینه گونم فیض، ولی از نظر قانون نه، باعثی محکوم به اون بوشون خوش محکومیت بکشه، ولی اون مرد قاضی او پسره ببخشه که نگذشته که مثلا 20 سال قاضی بود و 10 سال، از نظر قانون محکوم ها با، ولی از نظر بخشیدن بخشیده بود با. اینه گونم فیض که هر کسی این فیض وقتی هدینه یعنی کار خدایی کرده، یعنی ما چون مثل خدا خودش بفرماسه ما رو مثل خودش به وجود برده، بخاطر همون با بخششی دنیم در درون ما که ببخشیم مردم ها.
حتی بدترین شرایط زندگی ما مردم هم دیگر ببخشن، نه هم دیگر سر و کلا بنیم. یا به خاطر اینکه ما اگه یه نفر اذیت بوده فقط به خاطر او اذیت کردم منم بشم درست برعکسش همون کارو بکنم، که خیلی دینونی کارو کنن، که خیلی آدمونی کارو کنن. اصلا کاری با دینم الان ندنیم، خیلی آدمون هم این کارو کنن. ارزش اون نیه که آدم بخواه این کارو بکنه. اینو گونم بخشش. یا مثلا یه مثال دیگه شمی بزنم، در قانون راهنمایی رانندگی گونه یه آقا تو مثلا توی خیابان 35 مایل تینی را بشی، مثلا موی 35 مایل شو دارم 50 مایل، پولیس ما استاب کنه گونه آقا تو 35 مایل حق داشتی بشی، ولی اگه 5 مایل دیگه بیشتر بشی بی متکر نشتم، ولی تو 15 مایل بیشتر از او حد قانون را شدی بی، باعثی تو محکوم به جریمه ای خانه جریمه می بند بمیسه، مجبور بمیسه چون قانون اینه جریمه نویسنه. ما عدین مو امضا کنم گونه قبول دنه که این کار بوده، گونم بله ما عدین امضا کنیم، ولی این پولیس چی کنه؟ گونه به خاطر اینکه مو قانون اجرا بودم ایتیبه، ولی فیض خانه نشون بده چی کنه؟ گونه که این جریمه عدین ما مو خودم تی پرداخت کنم، ای بنه فیض، ای بنه فیض، فیض مجانی. یعنی او تینس بکنی کاره تینس نکنه. اینو گونم فیض، فیضی که خداوند به ما اده. یک کتاب خونده دوم عجایب فیض، وقتی یک کتاب خونی اینقدر فیض خداوند اینیه که اصلا واقعا ندونی چی بگی، اینقدر این محبت خداوند زیاده ندونی چی بگی. ولی شنیم یک بریک کوچک گینیم، یه آبی مخونم دوباره برگردنم چی برای اینکه وقت زیادی ندنم. تسلیمت کنم، تسلیم تو ای عیسی، قلب و جانم را تقدیمت کنم، تقدیم تو ای عیسی.
درودی دوباره خدمت عزیزان. داشتیم میخوندیم اینو. مسیح حکمت و قدرت خداست. نامه پولس به مسیحیان قرنتوس، اول نامه اول پولس از مسیح حکمت و قدرت خداست. آیه 18 من خوندم، الان رسیدم به 23. میگه اما پیام ما این است که مسیح برای نجات انسان مصلوب شد و مرد و این پیام برای یهودیان توهین‌آمیز است و برای یونانیان پوچ بی‌معنی. اونایی که بدن در اسرائیل برای اوشون توهین‌آمیزه، برای اینکه خودشون باور ندن دیگه. وقتی باور ندن، عیسی مسیح باور ندن و اونو به صلیب بکشن، الان خجالت زدن دیگه، ندونن خانه این خجالتی بپوشونن، ایشون یه به مثلا الان توهین‌آمیزه کینگونی. ولی برای مثلا اون موقع گود برای یونانی مثلا مثل غیر یهودیان مثل من و تو اوی گود پوچی بیمانی که بابا مگه بنه یه حرفایی که شابور زیدره همه الکی زیدره چیچی گوده دیره. اینه همیشه ما اینجوری هستیم. گونه اما آنانی که از جانب خدا برای دریافت نجات دعوت شدن، چی یهودی و چی یونانی و چی غیر یهودی، خدا چشمانشان را گشوده تا ببینن که مسیح قدرت خداست، قدرت عظیم خدا و نقشه حکیمانه اوست برای نجات ایشان. این نقشه نجات خدا در نظر بعضی پوچ بیمانه است، بسی حکیمانه تر است، اما نقشه های حکیمانه داناترین مردم و این پیام انجیل یعنی نجات به وسیله مرگ مسیح بر روی صلیب که در نظر برخی نشانه ضعف خداست، بسیار نیرومندتر است تمام قدرت‌های بشری است. اینه امروز باید در قلب‌های ما رو باز کنیم و این عیسی مسیح به قلبمون بریم. همه ای ما هم دونیم که گناهکاریم، امروز زانو بزنیم بگیم ای عیسی مسیح به من گناهکار رحم بکن، امروز وارد قلب بمو، گناه های من ببخش، متب خدا و خداوندی قبول دنم و ایمون دنم که تو برای گناهانم روی صلیب بشایی و بعد از 3 روز از مرگ قیام بودی. ای خداوند امروز وارد زندگی من بشو که تا من بتونم این زندگی رو با نام تو با قدرت تو به پیش ببرم. یک شعرم در سال 12 خیلی ناراحت بودم، بعد این شعر در اون زمان بودم که خیلی ناراحت بودم واقعا. ولی خداوند در فکر موقتی عبینه آرامشش دینه. گونه ای مسیح من در شادی غم دو در کنارم باش، با فیض رحمت آرامشم باش، مثل گذشته همسنگرم باش، با دست رحمت تو یاورم باش، خون گرانت زایل نگردد چون با تو هستم حایل نگردد، ای منجی من ای یار دیرین بگذار که با تو پیمان ببندم، تا زنده هستم با تو بمانم از روی جسمت بیرون نمانم، گویم خداوند ای منجی من بگذار که با تو تا ابد بمانم، در این جهان پر از آشوب نگذار تو تنها مرا در عالم، گویم خداوند ای منجی من فقط تو هستی جان و تن من، فخرم تو هستی شادیم تو هستی، از گناه داده رها تو هستی ای عیسی مسیح. شکر کنیم خداوند و تا هفته دیگر شما را به دستای پرقدرت عیسی مسیح سپرنم و دعا کنم برای شما که در هر جای دنیا عیسی دست خداوند عیسی مسیح بر روی شما تک تک شما بمون و ایمان دنم که روزی بنه که خداوند ایران نجات دینه به قدرت نام عیسی مسیح. به زودی زود همه ما جشن پیروزی خداوند گیریم. به درود